شما در مورد سال 95 چی فکر میکنین؟ چه انتظاراتی دارین؟ و فکر میکنین که چقدر تحقق پذیر باشه؟ اولویت های شما از سال 95 چی هستش؟ بیاین با ما مطرح کنیم. بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفناتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد انتظارات و اولویت‌های شما در سال 1395، سالی که تعطیلاتش تقریبا رو به پایانه، اما حدس و گمان‌ها، برنامه‌ریزی‌ها هم در مدت این تعطیلات در همین چند روز ممکنه شکل گرفته باشه. می‌خواین چیکار کنین؟ چه پیش‌بینی دارین؟ و اون پیش‌بینی‌هاتون اگر تحقق پذیر باشه چه تأثیری در زندگیتون داره؟ همه این موارد برمیگرده به یک عامل بسیار مهم، اون هم عامل اقتصاده. اجازه بدین گزارش که همکارم رضا یگانه آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم منتظر دیدگاه های شما میمونیم از شبکه‌های اجتماعی و تلفن اسکایپ. سال 94 با توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 و کاهش و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این امید را در میان مردم و مسئولان ایران ایجاد کرده است که بتوانند سر و سامانی به وضع اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور بدهند. در زمینه اقتصادی، دولت می‌گوید تورم را مهار کرده و حتی کاهش داده و رشد اقتصادی منفی در دوران پیش از توافق به سمت مثبت در حال حرکت است و به منظور ادامه رشد اقتصادی خواهان جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. بنابراین اینجا یک رابطه خیلی تنگاتنگ هست بین ایجاد ثبات اقتصادی و در عین حال ایجاد رونق اقتصادی. این بزرگترین شاید چالشی که دولت ایران باش در سال گذشته مواجه بوده و در سال آینده هم با اون دست گریبان خواهد بود. اما تعدادی از کارشناسان میگویند بحران اقتصادی در ایران ناشی از ساختار اقتصادی کشور است و تغییر در این ساختار در کوتاه مدت شدنی نیست. یکی این که در ایران اقتصاد ملی یه بخش عمده‌ای متعلق است به نهادهای انقلابی که زیر نظر مقام رهبری هستند و اینا حساب کتابشون اصولا داده نمیشه، مالیات هم نمیپردازند. تخمین زده میشه که در حدود 30-40% اقتصاد ملی زیر نظر ولایت فقیه. این اولین مشکل ساختاری. دومیش اینه که بخش دولتی به صورت باور نکردنی و متورمی بر اقتصاد مسلط است. با این حال دولت روحانی امیدوار است با افزایش درآمد نفت، افزایش اعطای وام مسکن و خروج از رکود ساخت و ساز با ایجاد اشتغال بتواند تحرکی در اقتصاد کشور پدید آورد. و همه اینها در شرایطی است که به زودی مجلس جدیدی آغاز به کار خواهد کرد که معلوم نیست تا چه حد با دولت در زمینه مشکلات معیشتی مردم همکاری می‌کند. به علاوه امسال آقای روحانی باید خود را آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز بکند. رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن. اما پیش از اینکه بریم به شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌هایی که روزتا برامون آماده کرده، این نکته خدمتتون عرض می‌کنم. گزارش‌هایی که تهیه میشه همکارانم تهیه می‌کنن، معمولاً اظهار نظرهای کارشناسان رو ما ناگزیر میشیم به دلیل ضیق وقت کوتاه بکنیم. آقای دکتر منصور صحبت‌های مبسوطی داشتن در مورد در واقع
بحران مشکلات اقتصادی ساختاری که در ایران وجود داره. ما از امروز متن کامل این رو در فیسبوک برنامه منتشر میکنیم. اگر که مایل هستین این دیدگاه رو به صورت جامع بشنوین، سری به فیسبوک ما بزنید و اون رو ببینید. روزیتا، شما هم میتونین نظراتتون رو درباره انتظاراتتون از سال 94 و همینطور اولویت هاتون رو از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط با ما در میون بذارین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. همکارانم هم در اتاق فرمان منتظر پیام های شما هستن. پیام های صوتی شما یک بار دیگه تکرار میکنم، 202-382-7205. منتظر نظراتتون هستیم. آقای مدنی از آمریکا با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. درود بر شما. عذرخواهی میکنم آقای مدنی، بفرمایید، از لندن. خواهش میکنم. من فکر میکنم انتظار برای سال آینده که چه انتظاری هست از گزارش اول برنامه‌تون کاملا مشخصه. فضا اصلا یه فضای اقتصادیه، خود شما هم یه گزارش اقتصادی پخش کردید. درست هم همینه. یعنی فکر میکنم ایرانی نباشه که همچین انتظاری نداشته باشه، چون ما واقعا یه چند سال رکودی رو گذروندیم، یه رکود تورمی به اصطلاح اقتصادی، یه رکود تورمی بهش میگفتن. حالا خب دولت تلاشایی کرده، الان هم بحثای توافق و بازارهای جهانی اینا پیش اومده، یعنی گشایش بازار جهانی. به نظرم همه انتظار گشایش اقتصادی دارن. منم امیدوارم، فکر میکنم هر ایرانی دیگری با توجه به انتخاباتی هم که انجام دادن، به هر حال هر انتخاباتی یه پیامی داره، اینم یه پیامی داشت. یک مجلسی به هر حال قرار روی کار بیاد که یه همراهی بیشتری با دولت داره. این نشون میده که به هر حال مردم ایران هم همچین انتظاری دارن. من فکر میکنم بزرگترین انتظار، انتظار کار اقتصادی قوی از سمت دولت هست و ما هممون امیدوار هستیم. تشکر میکنم از شما. منم تو این سال روی خط نیامده بودم، سال نو هم به شما تبریک میگم. بر شما هم مبارک باشه و خانواده و دوستان و همه عزیزانتون. ممنونم که اومدین روی خط. حسین از آمریکا روی خطین، بفرمایید. سلام و با عرض تبریک سال نو. سوالتون این بود که چه اتفاقی در سال 95 بود. از شواهد که معلومه آقای خامنه‌ای این تهی که بوش میاد میخواد انتخابات رو منحل کنه، چون از روز اول شمشیرش رو از روی بسته. الان هرچی آقای روحانی میگه ایشون یه چیزی برعکسش میگه، آقای هاشمی میگه برعکس رو صحبت میکنه و حتی آقای اوباما که در کاخ سفید یه سفره هفتین گذاشته بود بهتر بود اول تبریک میگه بعد اشکالات رو میگه. این آقا میخواد انتخابات رو به هم بزنه، چون میبینه اگر این من آقایون بیان تو مجلس و بیان تو صبحگاه پایه های حکومت شل میشه و من فکر کنم که اتفاق خاصی که در سال 95 بیفته آقای خامنه ای انتخابات رو منحل کنه. خیلی ممنون، روزتون بخیر. روز شما هم بخیر، سال نو هم بر شما مبارک. روزیتا، یکی از کاربرانمون در فیسبوک به نام اهورا، البته از کاربران پرواقرص فیسبوک روی خط، میگه پایان جنگ و خونریزی و کشته شدن افراد بیگناه در خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا و سلامتی و تندرستی میلیاردها انسان در این کره خاکی، این انتظار اهورا هستش. بسیاری از کاربران البته از آرزوهاشون هم نوشتن. پلیسا هم میگه امیدوارم که سال 95 به بدی سال 94 نباشه. فرهاد نوشته انتظار آرامش داریم همین و بس. آریان نوشته تندرستی. رضا هم آرزوی تغییر حکومت کرده. روز هم نوشته امیدوار هستم که در این سال مهاجرت کنم. اما در اینستاگرام جواد برامون نوشته امیدوارم سال جدید سالی باشه که همه قدرت‌های جهانی دست از تهدید یکدیگر و جنگ دست بردارن و برای رفع تفاوت‌ها در مواضعشون روی به گفتگو بیارن و هیچ گرسنه و کودک کار و آواره‌ای روی زمین نباشه. سطح معلومات مردم بالا بره و شناختشون نسبت به جهان اطراف و مسائل دیگه قوی تر بشه تا چشم بسته مطالب رو قبول نکنن. عمر انسان کوتاهه و چه خوبه که همه در کنار هم باشیم با هر نژاد و قوم و دینی و به همدیگه احترام بذاریم. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشیم. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنجشنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. دانیال از کانادا روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. عرضم به حضورتون در این سال جدید به نظر من اگر بستگی داره به انتخابات هفته پیش روی آمریکا هم هست، ولی چون من عقیده خانم کلینتون انتخاب میشه، سیاست خارجی ایران زیاد از پشت تلاطمی آنچنانی نخواهد شد، ولی به نظر من درگیری‌های داخلی سیاسی و همون جنگ زرگری که همیشه بوده و خواهد بود باز هم بیشتر دیده میشه. با تغییر مجلس و روی کاملادن مجلس جدید، معمولا گروه های سیاسی، جناح های سیاسی با هم دیگه جنگ زرگری خواهند داشت. و مسئله آخر این که به نظر من اقتصاد ایران، آقای کاشناس عزیزتون ایشون فرموش کردن که ایشون فرمودن که دکتر منصور ایشون فرمودن که دستگاه زیرفتی که دستگاهی که مربوط به رهبری میشه و تکس هم نمیده، مالیات هم نمیده، به نظر من اگه مالیات هم بدن، اگه فرض کنیم بنیاد مستضعفان آستانه قدسی مالیات هم بده، به دلیل کراپشن و فسادی که در سیستم اقتصادی ایران هست، این مالیاتی رو هم که بخوام پرداخت کنه، مالیات صرف آبادانی مملکت نمیشه، اونجور که باید بشه نمیشه. شما اگر اینجا رو نگاه کنید، در غرب، در اروپا، در کشور در مثلا همین کانادایی که خودمون هستیم، اینجا ما اگه یک سنت مالیات بدیم، اون یک سنتش من مطمئنم به جرئت میگم که اینجا خرج میشه برای آبادانی مملکتمون. ولی در ایران متأسفانه این وجود نداره و من از لحاظ از دید من برای سال 95 هم مثل سال‌های گذشته آنچنان از لحاظ اقتصادی چشم‌انداز مثبتی رو نمیتونم ببینم، به خاطر فسادی که در سیستم ایران وجود داره و ضعف و کمبود قوانین، ضعف قوانین. ممنونم دانیال. مکابیز از کرج با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما آقای صفیری. سلام بر شما. خدمتتون بگم من امیدوارم در سال آینده هیچ کودکی در ایران مشکلات براش پیش نیاد، این که پدر مادرش رو از دست بده بره بهزیستی یا این که بیمار بشه. امیدوارم مردممون وضعیت اقتصادیشون بهتر بشه، بتونن بهتر زندگی بکنن. همینطور برای سال آینده این رو از خدا میخوام که فردا مردم برای 13 به در میرن بیرون، این بلایی که هر سال سر طبیعت میارن و فردا کمتر بیارن، چون هر سال ما شاهد این هستیم که تو روز 13 به در بلایی سر طبیعت میارن که تا چند ماه باید مامورای شهرداری برن و این مصیبت بزرگ رو جمع بکنن. امیدوارم که فردا هممون با طبیعت مهربون باشیم. ممنونم مکابیز، سال خوبی برات آرزو میکنیم. بله، بر دعاهای مکابیز بیاین آمین بگیم، از مهربانی با طبیعت تا اینکه به فکر کودکان بودن و به فکر خانواده ها، به فکر سلامتی بودن در آغاز هفته های آغازین سال نو هستیم. روزیتا حمید میگه هر روز با ترفندی مردم را میفریبند و هر روز وعده های دروغین میگن، این میگویند و آن میکنند. مردم از دست دروغ های حکومت به تنگ اومدن، جدای از پایان حکومت دیکتاتوری دلی شاد و لبی خندان میخوان و ما هم همچنین این رو میخواییم و آزاد و شاد با هر قوم و رنگی و صلح و دوستی و با هر ملتی. این آرزو انتظار حمید از سال 95 بوده. مهدی میگه انتظار ما اینه که وضع از اینی که هست بدتر نشه. در اینستاگرام بابک نوشته باید انتظارات رو دستبندی کرد، ولی در این مملکت که از یک ساعت دیگه خبر نداریم، امیدوارم در سال 95 تکلیفمون با حکومت جمهوری اسلامی یکسره بشه. سینا میگه انتظار من از سال 95 عوض شدن حکومت دینی به دموکراسی و اجرای نظم و قانون در ایران هستش. پیامگیر روی خط رو فراموش نکنین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. پیامی رو با هم گوش میکنیم. با درود آقای خامنه‌ای، مثل بچه‌ها که با فشفشه بازی میکنه، این موشک‌های قدیمی تکنیک 50-60 سال پیش رو میفرسته و فکر میکنه واقعا تکنولوژی مدرنی هستش و میتونه با دنیا کاری بکنه، میتونه کسی رو بترسونه. فقط با این کاراش دوباره باعث میشه که اونا که میخوان تحریم رو به سر مردم ایران بذارن، این فکر میکنم تعادل روحیشون رو ایشون از دست دادن. برای مردم فراکت زده ایران بیشتر مشکل به بار میآورن.
راسیست دنیا داره شکل میگیره، فاشیست داره قدرت میگیره و دوباره به یک طرف میره، نژادهای اروپایی و بقیه مردم. رضا از کرج روی خط هستیم، بفرمایید. رضا بفرمایید، روی خطیم. الو. بله بفرمایید. سلام هستم جناب سفیری. سلام بر شما. سال نو شما مبارک، انشالله سال خوب و خوشی داشته باشید. بر شما هم مبارک. من خواستم این قربون شما برم، همچنین برای شما و خانوادتون. من میخواستم پیغامی که داشتم واسه سال جدید میخوام بگم که فکر میکنم که از اوباما ما باید درس بگیریم و دست صلح و دوستی و آشتی به همه بدیم در سراسر دنیا، چون با دشمنی و کدورت هیچ کاری پیش نمیره، مثل اینکه تو این 37 ساله نرفته. همیشه دشمنی هر موقعی که شما بخواید بکنید میتونید این کار رو انجام بدید، ولی دوستی و محبت راه دوری نمیره. من امیدوارم که در سال جدید دست به صلح و دوستی بدیم، رفاقت بدیم با همه دنیا و بیان اولم از کشور خودمون شروع بکنیم، دوستی دست به صلح و دوستی به هموطنان خودمون بدیم، گذشت داشته باشیم، کینه ها رو کنار بذاریم و با این رویه اگه بریم جلو هم به نفع ما هم به نفع مملکتمونه، چون الان دیگه دنیا این نیست که مثلا یکی تو آمریکا نشسته یکی تو فرانسه نشسته، واقعا شده دهکده جهانی، دهکده میمونه. وقتی که مثلا میاد داعش میاد تو سوریه، اون اتفاق که برای سوریه و یا عراق میفته برای فرانسه هم همین داستانه، برای آمریکا هم هست، حتی برای محیط زیست دنیا هم تاثیر میذاره. نه اینکه مثلا اگه خونه ای تو عراق آتیش بگیره ما بگیم خب الحمدلله خونه ای ما چه آتیش نگرفته، یا خونه ای تو سوریه آتیش بگیره میگیم خب خدا رو شکر خونه ای ما امنه، ولی ما نباید این تفکر رو داشته باشیم. اگه خونه ای هم در عراق یا سوریه یا هر جای دنیا آتیش بگیره خونه ما آتیش گرفته، اونا هم هموطنای ما هستن، اونا هم انسان هستن. و آخرین این که فقط آدم باید دوستی داشته باشه، گذشت داشته باشه، هم برای مملکت خودمون در داخل هم برای همه دنیا. ممنونم از این که به فکر باید به فکر هم نو بود، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ممنونم. امیر از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمین. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. سلام شد وقتتون بخیر. بفرمین آقای سفیری. من فکر می‌کنم تو سال 95 از لحاظ اقتصادی چه اتفاقی نخواهد افتاد. دولتی که با هزار ترفند یارانه مردم قطع می‌کنه، نون از سفره مردم برمی‌داره میبره، فکر می‌کنید چه اتفاقی شما قطع شده؟ ببین اخیراً دستوری دادن آقای رئیس جمهور که کسانی که چیز ندارن، کارت ملی ندارن، یارانه‌شون قطع شده. من خودم دخترم و خانمم کارت ملی نگرفته بودن، قطع کردن. میخوام ببینم مثلا حالا 1,000,000 آدم هم قطع کردن، 1,000,000 آدم 100,000 تومان 50,000 تومان. البته ما قصد دفاع از دولت ایران و توجیه عملکرد کسی رو نداریم، اما اون چیزی که در واقع دولت ایران اعلام کرده این هستش که دهک ها اصطلاحا اون گروه های اقتصادی که توان مالی بالاتری داشتن رو یارانشون رو قطع کرده. حالا مورد شما ظاهرا با این تفاوت متفاوته. این اومدن گفتن که کسانی که کارت ملی نگرفتن قطع میکنیم تا کارت ملیاشون رو بگیرن. میخوام ببینم دولت مثلا با این 5,000 تومن حالا مثلا دو برج هم یارانه مردم رو قطع کردن، چه اتفاقی واسش میخواد بیفته؟ دولتی که 800 میلیارد دلار پول نفت کفافش رو نمیده، چجوری میتونه مثلا 1,000,000 تا 45 تومن مثلا اون 800 میلیارد دلار در دولت آقای روحانی نبوده؟ فرق نمیکنه که استفاده میشه واسه دولت‌های بعدی. حالا طرح نیمه تمام شما بگمونیم مثلا 800 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد خرج کرده رفت، یا مثلا یه دولتی که پول نفت میاد کارهای زیربنایی میکنه واسه سال‌های آینده نیستش، استفاده نمیشه. بعدش هم این از لحاظ دولت بود، از لحاظ مردم هم آقای سفیری اصلا خیلی وضع خراب شده. یعنی واقعا شاخص صداقت تو مردم ایران شده 10%، شاخص کلاهبرداری شده 75%. خودم میگم همه دست کردن تو جیب همدیگه، سر همدیگه کلا میذارن. تا فرهنگ ما عوض نشه چیزی رو نمیتونیم درست کنیم. یعنی فکر نمیکنم وضعیت مردم تغییری کنه.
اینکه یاد بگیرن آقا جنس درست تولید کنن. تولید کننده جنس تولید میکنه، کارش که میگیره خرابش میکنه، چهار تا مشتری اضافه میاد. امیر ممنونم، صدات قطع و وصل میشه، امیدوارم که مشکل حل بشه و یارانه شما هم برقرار بشه. خانم پرستو از تهران روی خطین. خانم بفرمایید. خانم پرستو شب شما بخیر، بفرمایید. من درست میخوام، من از جهت اینکه توقعات ما از نظام باشه، از مردم باشه یا از خودمون، دقیقا برام توجیه نشده بود، ولی من تو سه تا بود این مسئله رو خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید. اگر ما توقعاتمون از نظام، ما در ایران دو تا دولت داریم، یه دولت پشت پرده، یه دولت رو پرده. دولت پشت پرده تمام ثروت و قدرت دستشه و هیچ کاری برای مردم انجام نمیده. دولت رو پرده که تمام بار مردم، طبقات مردم رو گردنش هستش، این بنده خدا بودجه هم نداره و در همیشه تحت فشاره، حتی اگر بخواد خیلی کارا انجام بده. این طبقات ما چه، ببخشید معذرت میخوام، یه وقتی نظامی دلش برای مردمش نمیسوزه، طبقات ما رو خیلی شنیده و بها نداده تا حالا، چون مردمی خارج از ایران براش عزیزتره. اما یکی طبقات ما از مردم میشه، من طبقام از مردم میهنم این هستش که ما اون اصالت و نجابت و نژاد ایرانی خودمون رو حفظ بکنیم. حتی شما که اون بر مرزا هستین، حتی تمام عزیزان ما که در کشورهای مختلف هستن، ما ارتباط های عاطفی صادقانه خودمون رو با هم حفظ بکنیم، هوای همو داشته باشیم، مرزهامون رو نشکنیم، به هم حرمت بذاریم، همونطور که قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنیم، به حقوق هم احترام بذاریم، واقعا به هم عشق ببردیم، همونطور به هم خدمت و محبت بکنیم. چرا که این نتیجه این محبت برزیدن، این نتیجه عشق برزیدن ها، عاقبتش به خودمون و فرزندانمون برمیگرده. و یکی خواسته دیگه هم که دارم اینه که مردم ما واقعا باید روشی برای ایجاد شادی و امنیت روانی تو جامعه توسط خودشون، توسط کمپیناشون اجرا بکنن. جامعه ما واقعا نیاز به شادی داره و شادی همیشه در تمام جوامع دشمن شکن بوده. ما وقتی شادی رو در هر نقطه، حتی با حداقل امکانات، دور هم بودن، شاد بودن، کانونهای خانوادگی و فامیلی رو حفظ کردن، ارتباطهای جمعیمون رو حفظ بکنیم به هر قیمتی شده، این خیلی مهمه. یک مسئله هم در مورد خودمونه، ما یه بازگشتی به خودمون داشته باشیم برای سال جدید. به هر تقدیر همه ما دچار یک انحطاط و ضعف‌های اخلاقی به شکل‌های مختلف با توجه به وضع اقتصاد نابسامان ایران برامون پیش اومده در گذشته، که مجبور شده ماها با هم تنش پیدا کنیم. سعی کنیم به خودمون برگردیم. ما هممون با یک جای خواب یک نتونیم و یک بشقاب غذا سیر خواهیم شد. دست طمع به حقوق هم نداشته باشیم، دست محبت به هم داشته باشیم و خودمون رو اول از همه یه مقداری برگردیم به خودمون. یه سری اشکال هایی که زرنگبازی ها رو بذاریم کنار، خیلی مهمه. ماها خانم پرستو به نکته بسیار مهمی اشاره کردین در مورد اینکه در سال جدید مدارا پیشه باشیم، مدارا پیشه کنیم، بردبار باشیم و گذشت داشته باشیم. سپاسگزارم با آرزوهای خوبی که برای همه داشتیم. به نیمه اول برنامه رسیدیم، همراه ما باشید. instagram.com خط مورب VOA فارسی، همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. و
وارث از کاربران توییتر برنامه روی خط نوشته چه انتظاری میشه از سال 95 داشت. اشاره کرده به کشته شده ها و تصادفات جاده‌ای و میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. کاربر دیگه‌ای به نام محمد برامون در فیسبوک نوشته در سال نو امیدوارم ایران از گزند دروغ و خشکسالی و نوکیسگان مادی و سیاسی محفوظ بمونه. فرشاد میگه آرزوی سلامتی برای همه مردم دنیا دارم و آرزو میکنم در تمام جهان صلح و دوستی برقرار باشه. در اینستاگرام نسرین نوشته من انتظارم اینه که کاش معجزه میشد حکومت ایران پولهایی رو که بلوکه شده بود رو به مردم تحویل میداد تا خیری بهشون برسه، نه اینکه ابتدای سال نان هم گرون بشه. این هم نظری بود که این کاربران داشتن. پیامگیر که یادتون نرفته، کاربران بیننده های زیادی هم با مون تماس گرفتن، پیام گذاشتن. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. با هم پیامی رو گوش میکنیم. امید دارم که مردم این مردم عزیز ما به خودشون بیان و یک بارم شده یه تصمیمی بگیرن، یه کاری برای خود مردم، برای آینده بچه هاشون انجام بدن. به این موان این است که یک تصمیم بگیرن که ایران به دست ایرانی، حکومت به دست ایرانی باشه و الا هیچ موقع اقتصادی این کشور درست نخواهد شد. چون اینها بلد نیستن و نمیگذارن هیچ موقع کسانی که بلد هستن به قدرت برسن و بتوانن اقتصاد این مملکت را درست بکنن. آرزوی دیگه این است که امیدوارم که یک بار دیگه رأی بذارن که آیا این جمهوری اسلامی باشد یا نه. چون به خاطر که سال 57 فرق میکرد، چون به خاطر که اون موقع مردم ایران زیر دست محمد رضا شاه پهلوی بزرگ شده بودند. جوانان ایران نمیدونستن جریان چیه، فکر میکردن چون همه چی اینطوری عالیه، نمیدونستن اسلام حقیقی رو، نمیدونستن اسلام رو از دور دیده بودن. الان که فهمیدن اسلام حقیقی که 8 میلیونشون هم بیرون از کشور تقریبا اسلام رو گذاشتن کنار، الان به نظر من وقتشه که مردم برن پای چیز رأی بدن که آیا جمهوری اسلامی باشد یا نه. آقای سلیمی از آمریکا با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. وقتتون بخیر جناب آقای سفیری. وقت شما هم بخیر. خانم روزیتا هم بخیر. من برای تمام هم نوعانم در تمام دنیا قبل از اینکه باز ایران رو بگم آرزوی صلح دوستی دارم و آرزو میکنم که لبخند خداوند در سال جاری بر روی تمام لب‌های اینا قرار گرفته بشه. اما در مورد ایران آقای سفیری، جناب آقای روحانی که اومدن کاندید شدن برای ریاست جمهوری و خود بنده هم بهش رأی دادم، ایشون تقریبا اکثر مشکلات ملت رو به اصطلاح یک جورایی به تحریم ها و رفع تحریم ها گره دادن که اگر این تحریم ها برداشته بشه این مشکلات برداشته میشه. خب ما بگیم که فعلا الان ابتدای راه، یعنی این دو سال ایشون تلاش کردن، این دو سال نیم تحریم ها برداشته شد. حالا که برداشت شد، انتظار من یکی اینه که وضعیت اقتصادی رو به راه بشه، مشکل بیکاری این همه جوانی که توی ایران هستن که آقای روحانی قرار بود با 100 روز مشکلات رو حل کنه، حالا بگیم که مذاکرات طول کشید، دو سال و نیم شد، اشکال نداره، ولی آرزوی من اینه که و انتظار من اینه که سال بعد بیکاری جوانان برطرف بشه، این مسئله تعدیل کارگرها توی کارخانه ها از بین بره، خط فقری که هست لااقل حقوق کارمنده و کارگرها به درجه ای برسه که مثلا زیر خط فقر نباشن. تقریبا این فلاکت اقتصادی که الان تو دوره ریاست جمهوری ایشون گریبان مردم رو گرفته نباشه و تقریبا مثلا مردم به یک رفاه اقتصادی و آرامش نسبی خاص برسن. تحریم ها که برداشته شد، امیدوارم که دیگه تحریم نشه ایران دولته. ممنونم آقای سلیمی از اینکه اومدین روی خط. آقای ناصری از هلند روی خطین، بفرمی. با وقت بخیر خدمت شما و همکارانتون. خواهش میکنم، بفرمی.
من هم امیدوارم که امسال آخرین سالی باشه که حضرت آقا اقتصاد مقاومتی رو باز عنوان میکنه، آخرین سال اقتصاد مقاومتی باشه. امیدوارم که امسال سال باشه که سال گفتمان باشه، نه سال پرتاب موشک و صحبت از کلاهک هسته‌ای باشه. از همه مهمتر و تمام مشکلات این مردم ایران در یک مسئله گره خورده و اون مسئله اینه که حضرت آقا دچار یک دایجان ناپلونیزمی شدیدیش هستند که همیشه دشمن رو میبینن. امیدوارم که این بیماری دایجان ناپلونیزم ایشون هم هرچه زودتر رفع بشه، یک نفر ایشون رو از خواب بیدار کنه. ایشون باید به حرف آقای رفسنجانی اعتماد کنه، گوش بده، به ایشون تکیه بکنه. اگر ایشون دنبال آخرت هستن، تکیه به آقای رفسنجانی آخرت بهتری برای ایشون در نظر خواهد داشت تا تکیه بر دل واپسان. ایشون دارن راه اشتباهی میرن. امیدوارم که این یکی پیدا بشه، بالاخره یه اسدالله میرزایی کسی پیدا بشه، یه حقیقت رو به این حضرت آقا اعلام بکنه که بابا بیدار شو، اصلا مسئله دشمن رو دیگه فراموش کن. بعد 37 سال این دشمن گفتن شما تمامی ندارد آقا. بل کن دشمن رو، بچسب به مردم، گوش به حرف مردم بده. مردم شما را با بیدار بشید. امیدوارم که این مسئله هر چه زودتر حضرت آقا رو به هر صورت بیدار بکنه. تنها آرزوی من همینه. ممنونم آقای ناصری، سال خوبی داشته باشین. روزتا یکی از کاربرانمون در فیسبوک به نام محمد رضا میگه تا یاد دارم هر سال نو رو با این جمله شروع میکردیم، 100 سال به از این سالها، ولی متاسفانه هر سال سختتر از سالهای قبله. اینکه اشکار از کجاست بی خبر هستم، ولی از صمیم قلب آرزو میکنم که سالی باشه با سلامتی و شادی مطلق و استرس کمتر برای همه معتقدین به نو شدن سال در نوروز. کوروش میگه پایان یافتن جنگ و خونریزی و قراری صلح و آرامش در همه نقاط دنیا و بالا رفتن سطح شعور و آگاهی و رفاه و همچنین آزادی‌های مدنی برای مردم ایران. اما نظر جالبی هم داریم در فیسبوک. سینا نوشته انتظارم از سال پیش رو اول سلامتی برای همه مردم و دوم اینه که یک تریلی بخرم که ترانزیت کنم و بزنم به جاده های اروپا، که کاری که از نوجوانی دنبالش بودم، فرصتش نبوده. ما هم امیدواریم که امسال حتما تریلی بخرین. مسعود، بله، اینا آرزوهای متفاوتی که دارم و خیلی خوبه که صمیمانه برامون این رو میایین میگین یا مینویسین. فرصت رو به پایان، زمان کمی داریم، بیاین روی خط و نظر بدین. ایمان از اصفهان با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. ایمان سلام. آقای سفیری و خانم ایران، دوست عزیز، سال نوتون مبارک. سال نو بر شما هم مبارک. خوبی هم داشته باشین. ممنون. شما هم. من آرزو دارم که در سال 95 دیگه هیچ بیماری نباشه، که چیزی غیر ممکنه خب نباشه، بیماری سرطانی نباشه، بیماری MS نباشه، بیماری سبب الوز نباشن، پدیده‌ای به اسم زندانیان سیاسی دیگه توی ایران نداشته باشیم، مردم یکم بیشتر به هم مدارا کنن و میشه بگیم سالی باشه بدون حکومت اسلامی داعش و حکومت اسلامی جمهوری اسلامی، که خیلی خوب میشه. همین آرزو رو دارم، چیزی هم نیست. آرزوهای کمی نیست. ما هم به آرزوهای شما میگیم آمین، جز آمین چیزی از دستمون بر نمیاد. ممنون که این همه آرزوهای ممنون. خوب داری. خانم ترکمان از نیویورک روی خطیم، بفرمید. خانم سلام. ممنونم خانم، بفرمید. آقای محترمی که برگشتن گفتن که دوباره رأی بگیرن مثل سال 57 که ببینن که انقلاب اسلامی باشه یا نه، اون سال که مال رأی گیری نبود، آمریکا این رژیم رو آورد. آمریکا بعد این رژیم رو ببره. خانم ترکمان میتونم از شما خواهش بکنم که در مورد موضوع برنامه بگین که چه انتظاری از سال 95 دارین؟ ایشالله که این رژیم سرنگون بشه. فدای تو. سپاسگزارم خانم ترکمان از اینکه اومدین روی خط. برنامه روی خط برنامه بینندگان صدای آمریکا و دیدگاه های اونهاست. روزتا غریبه از کاربران فیسبوک روی خط میگه برای جامعه بشری آرزوی صلح و آشتی بین کشورها دارم، برای جامعه ایران آرزوی بهبود شرایط مالی و اقتصادی، برای مردم ایران
آرزوی آزادی، برای حکومت جمهوری اسلامی آرزوی تغییر رویکرد از دیکتاتوری به دموکراسی دارم. البته در بخش آخر نظرش هم غریبه برای ما هم آرزوی موفقیت کرده بود، ما هم برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم. از اینکه همراه ما هم هستن مثل شما تشکر میکنیم. حاتم هم نوشته سلامتی و آرامش اقتصادی آرزو میکنم. کاربری هم در پاسخ نوشته تا وقتی که نظام جمهوری اسلامی بر سر کار هست هیچ انتظار و امیدی به بهبود معیشت، بیکاری و اقتصاد از هم پاشیده نمیره، به این دلیل که جمهوری اسلامی تنها به فکر اهداف خودش که همانا ساخته موشک و دخالت در کشورهای همسایه است میپردازه. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر دریافت کردیم، با هم گوش میکنیم. ما آرزو میکنم به 40 سال پیش برگردیم که موقعی بود که ما به کشورهای اروپایی همی نظیر فرانسه و انگلیس پول قرض میدادیم و در کشورهاشون سرمایه گذاری میکردیم. بعد از 40 سال ببین آخونده چه بلایی سر ما آوردن که ما و امریکتی که ورشکست کردن که هیچی، مردم که فقر دارن میکشن که هیچی، همه اینا به جای خودش چه امیدی داری واسه زندگی؟ آقا دیگه تا کی؟ تا کی میخوای بشینی دست رو دست بزنی؟ چقدر به اماما زری بستی؟ این اماما همشون عربستانی هست. با درود. از دوشنبه تا پنج شنبه با افق نو در صدای آمریکا. 11:30 بامداد واشنگتن، 8 تا 8:30 شب تهران. افق نو. افق نو. از دوشنبه تا پنج شنبه با افق نو در صدای آمریکا. شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم. از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادتهای روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید. فرانک از سوئد با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. با درود به همه شما جلوی دوربین و پشت دوربین. ممنونم. آرزو میکنم برای همتون سالی خوش، بدون تشویش، بدون نگرانی و سلامتی باش. با مشکلاتی که جمهوری اسلامی هر روز برای تشویش فکر مردم در دنیا ایجاد میکنه، من امیدوارم در سال جدید این نگرانی ها رو کمتر بکنه برای ملت دنیا، کمتر با این آزمایش های خیلی بچگانه که شاید این موشک هایی که الان داره متعلق به 22 سال پیش تکنیکش هست و شوروی چیزی به اینها داده و سپورت میکنه از همینا به خاطر خب کمک های اقتصادی که میگیره ازشون. امیدوارم به این بازی های بسیار بچگانه خاتمه بده که جز تشویش فکر مردم دنیا به خصوص مردم خاورمیانه و ایران چیزی رو به همراه نداره. براتون آرزوی سعادت. سپاسگزارم. ما هم برای شما آرزوهای خوبی داریم، سال خوبی در پیش داشته باشین، خودتون، عزیزانتون و خانواده. آقای اعظمی از قوچان روی خط هستیم، بفرمایید. سلام جناب سفیر، سلام باشین. ممنون جناب سفیری. واقعیت ببینی الان نگاه کنید، شما کل بینندگان آمدن روی خط و از گفتهاشون مشخص بود که واقعا هیچ آرزویی ندارن. واقعا این بلایی که سر ملت توی مدت 8 سال احمد نجا سر ملت آورد، تمامش علتها برمیگرده به اون 8 سالی که احمد نجا سر اقتصادی کشور آورد و این دولت کلن تا 4 سال آخر بدهکار کرد، طوری که واقعا مردم امید و آرزو و روحی و شادی و آیندهشون از دست دادن و در دعاهاشون همیشه میگن یعنی خدا کنه امام زمان ظهور بکنه ما از دست این مسئله راحت بشیم.
و علت تمام این مسائل دروغیه که تو مملکت ما رایج شده. دروغگویی بین مردم، همه به هم دیگه دروغ میگن، همه به هم کلک میزنن. تمام اینا هم برمیگرده به اقتصاد کشور. یعنی واقعا اینا بر نمیگردن به قرآن که بگن، خودشان میگن سرمنشه همه مسائل کتاب اصلی ما قرآن. نمیبینن قرآن در مورد اقتصاد کشور چی گفته. یعنی قرآن سریعا میگه آقا ربا حرامه، جنگ با خدایه. این متأسف ربا باعث تعطیلی اقتصاد. البته آقای اعظمی، معمولا کتاب‌های آسمانی بیشتر در مورد مساوات صحبت میکنن، نه در مورد الگوهای اقتصادی، تا اونجایی که من بضاعتم اجازه میده. جناب صفی، 660 تا از سوره های قرآن در رابطه با همین ربا صادر شده، دقیقا به این مسئله اشاره شده، گفته ربا باعث تعطیلی اقتصاد جامعه میشه. ولی متاسفانه الان همه مردم پولاشون رو گذاشتن تو بانک، دارن بهره‌ای 22-23% میگیرن، اقتصاد جامعه هم خوابیده. شما تصور کن ژاپن الان پولی که داره به مردم میگه منفی میگیره، یعنی 100 میلیون تومان که میده بعد یک سال 99 میلیون تومان میگیره، ولی در مملکت ما 100 میلیون که میدن بعد یک سال 100. آقای اعظمی ممنونم اومدین روی خط، امیدواریم که بحث ربا که شما خیلی بهش متذکر میشین و حساسیت دارین در سال جاری حل بشه. مشکل بهره های بانکی نویدی دولت آقای روحانی داده. سالار از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام بر شما و همکار محترمتون. من انتظاراتم به دو بخش بین‌المللی و داخلی تقسیم می‌کنم. در بخش بین‌المللی انتظار دارم امریکا دیگه دست از جرم و جنایت و ظلم و اینجور مسائل بین‌المللی برداره، هرچند انتظار نابجایی میدونم، ولی خب دیگه حالا ما انتظار داریم. در بحث داخلی هم من اولا امیدوارم که سال 95 سال پیشرفت نظامی و دفاعی خوبی برای ما باشه، برای مملکتمون باشه، که اگه ما این بحث قدرت دفاعی رو نداشتیم، کشورهای امثال جیبوتی و این کوچولو موچولو هم بر ما پررو میشدن و شاخ میشدن و میخواستن بیان به ما مثلا یه حمله مبله کاری بکنن. صادق میتونم یه سوال از شما بکنم؟ حتما بفهم. شما آرزو دارین که در زمینه تعبیرتون در زمینه دفاعی پیشرفت داشته باشین، یعنی صنایع نظامی ایران پیشرفت داشته باشه، در زمینه صنعت که اشتغال ایجاد میکنه چه آرزویی دارین و فکر میکنین که کدومش اولویت داره؟ جفت اصلا نمیتونه اولویت بندی بکنه، جفتش چرا نمیتونه؟ یعنی اینکه شما اگر صنایع پیشرفته نظامی به تعبیر شما داشته باشین، چرخ اقتصادتون حرکت میکنه، مردم صاحب خونه میشن. بله، شما میدونین سوئیس یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان، اصلا ارتش نداره. حالا عرض میکنم خدمتتون، اولا که همه صنعت دفاعی خودش اشتغال زاه، چقدر شغل ایجاد میکنه؟ آمارش من شخصا ندارم، اگه شما دارید با من بده. مثلا میگن اگر که بخش مسکن حرکت بکنه که الان در ایران در رکود، 150 رشته و شاخه صنعتی انجام میدن، چون مسائل نظامی در ایران مسائل محرمانه هست، ما در مورد اشتغال زاییش نمیتونیم مثلا نظری بکنیم. ببین من عرض کنم، اولا که بحث مسکن، صنعت، هر چیز دیگه اصلا اینا با هم یا دفاع اینا در تناقض با هم نیستن. ما چرا باید بگیم که این نباشه اون باشه؟ همه با هم باشن. اولا توی خود آمریکا من فهم کنم الان کلا زندگی طیف بسیار زیاد، مخصوصا بزرگای جمهوری خواه، کلا از صنعت دفاعی و بحث نظامی اینا داره میگذره. یعنی همه سرمایه دارای آمریکا اکثرا تو این بحث سلاح و اینا هستن که دارن نون میخورن. بله، ببین این خیلی نکته مهمیه. اتفاقا این نکته مهمی که اشاره کردی، ایران، آمریکا یکی از بزرگترین صادرکننده سلاح در جهانه، ولی ایران میتونه موشک صادر کنه؟ کسی موشک‌های ایران حاضر بخره که تولید؟ شما در مورد صنایع نظامی صحبت میکنید که سودآور باشه، نه سرمایه به طلبه. البته این آرزوی شماست، ما وارد نقدش نمیشیم، فقط سوال میکنیم. حالا کاری نداریم که حالا اون صنایعی که به قول شما سودآور در آمریکا میره، جون یک عده زن و بچه بیگناه میگیره ها، یعنی با اون پولی که اونا در میارن پول خونه یه عده زن و بچه بیگناهه، اون کار نداریم. اما همین بحث صنایع دفاعی خودمون که ما میگیم فقط دفاعی، کاری نداریم، فقط جلوی، فقط ما میخوایم امنیت مردم رو تامین کنیم، همین صنایع دفاعی اینا باید باشه که اینا ضامن بودنش، ضامن حضور و وجود صنعت مثلا شغل یا
مسکن و فلانه. ما اگه دفاع نشته باشیم هر کسی بخواد از راه برسه ما رو تهدید کنه یا به کشور ما بخواد تجاوز بکنه، دیگه چه صنعتی، چه خودرویی، چه مسکنی، چه کشاورزی، چه زندگی اصلا میمونه که ما بخوایم برای مردم نون بیاریم، برای مردم اشتغال ایجاد کنیم؟ پس قطعا هیچ منطقی، یعنی ما با هر منطقی شما بیای جلو نمیتونیم ما مانع بشیم که و بگیم که صنعت دفاعی نباید باشه، خصوصا برای کشور ما که اینقدر دشمن داره. مسئله بعدی از اینم بیایم خارج بشیم، من امیدوارم و انتظار دارم از دولت مردم که اقتصادمون رو، یعنی متوجه بشن که اقتصاد کشور ما نمیتونه وابسته باشه به کشورهای دیگه، خصوصا آمریکا، چون آمریکا نشون داده که اصلا بنا نداره تحریم ما رو برداره، بنا نداره به اقتصاد ما کمک کنه، بنا نداره بذاره مردم ما راحت زندگی کنن. ببین سالار، اجازه بدم خدافیزی کنم باهات، همین که بهت بگم که آمریکا تحریم‌هاشو لغو کرده، اما اگر کسانی اجازه بدین کاش اینا پس پس من جواب بدم، آخرشم جواب بعد قطع کنم، نه بگید من میگم. ببینید آمریکا کسانی رو که بر مبنای توافق برجام عمل نکنن، وارد معاملاتی که در واقع معاملات پنهانی هسته‌ای تلقی میشه بشن، تحریم میکنه افراد رو، تحریم میکنه، ولی وارد تحریم دولت ایران نشده، همه تحریم ها رو هم برچید. حالا من جواب بدم، همه تحریم ها که بر نشین، خودشون هم ادعا ندارن. صحبت های جاش ارنس ما امروز میتونیم ببینیم و جواب شما، بهترین جواب برای شما سخنان آقای رئیس جمهور اتریش که در مورد سویف صحبت های کرد. بهت گوش کنید که چی گفت. گفت ما نمیتونیم سویف رو برداریم، حتی او کل اروپا هم نمیتونه سویف رو برداره، تا آمریکا نخواد ما جرئت نداریم سویف رو برداریم، و سویف هم بر نداشتن. این سویف هم جزء تحریم های هسته ای بود که برداشته نشد. خیلی ممنونم. ممنونم که اومدین روی روی خط و نظرتو گفتی. سالار چه نظرات متفاوت با بقیه داره. اگر که در فرصت باقی مانده نظری در مورد برنامه دارین، نظری در مورد اینکه توقعاتون در سال 95 چیه، فکر کنم چند دقیقه بیشتر فرصت باقی نیست، بیاین روی خط. یکی از کاربرانمون به نام علی برامون نظر گذاشته و میگه بعد از بهبود اوضاع اقتصادی، اصلاحات سیاسی در سطوح بالای قدرت خواست اکثریت مردم، حداقل اینکه منتخب اکثریت باید حرف آخر رو بزنه، نه اینکه تا حرفی بزنه رهبر اظهار مخالفت کنه. یک بام و چند هوا نمیشه. لیلی میگه همگی به جای انتقاد از هم به خودسازی بپردازیم. محمد میگه به امید بهبود اوضاع سیاسی کشور ایران، که اگر بدون بهبود اوضاع سیاسی وضعیت اقتصادی سامان داده نخواهد شد و مردم هم شرایطشون بدتر میشه. میگه امید دارم کشورهایی که با نظام ایران توافق کردن بیان در کنار مردم ایران قرار بگیرن و اجازه بدن دموکراسی هم وارد ایران بشه. زارا هم میگه فقط انتظار بهبود اوضاع اقتصادی دارم و معتقد هستم که اقتصاد سالم و پویا امکان پذیر نیست با شرایط فعلی. نظرات جدیدی هم داریم. یکی از کاربرانمون به نام رومینا میگه انتظارم اینه که حق و حقوق خانم‌ها رعایت بشه. پیامی هم داریم که با هم گوش میکنیم. درود بر شما. تا وقتی که این رژیم آخوندی در ایران حکومت میکنه، امید به هیچ چیز نمیتوان داشت. 37 سال اینا برای حکومت میکنن، چه کاری کردن که مردم ایران خوشحال بشن؟ از حال به بعد هم همونه. من بسیار متاسفم برای مردم ایران. روز خوش. جمشید از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما آقای سفیری. بفرمایید. عرض به حضور شما، متاسفانه بعضی از بینندگان شما نه سواد اقتصادی دارن، نه سواد سیاسی دارن، نه روابط بین الملل رو میشناسن. از سیخ و سپایه اظهار نظر میکنن تا ایرباس A380. نمونه بارزش هفته گذشته یکی از بینندگان به شما زنگ زد و گفت این پولهای آزاد شده ایران رو کشورهایی که این پولها رو در اختیار دارن نباید به دولت ایران بدن. آقای جمشید اجازه بدین. آقای جمشید اجازه بدین. برنامه روی خط برنامه کارشناسی نیست، برنامه یه که بینندگان میگن. شما هم نمیتونید با اون لحن، نه سواد دارن نه این به اون ربط داره، و و و در این چارچوب مخاطبان صدای آمریکا و هموطنان خودتون رو به تعبیری مورد مخاطب قرار بدین. شما میتونید نظر خودتون رو بگین. هر کس به اندازه بضاعت خودش، به اندازه رأیی که میده، حق اظهار نظر داره.
شما از شما جواب مناسب به ایشون دادی که نمیتوانند کشورها پول رو بریزن به حساب بانکی ملت ایران. این پول مال ملت، مال دولت ایرانه. حالا من از شما که اینو فقط خواستم بگم در خصوص موضوع برنامه. بفرمایید. بله بله بفرمایید. انتظار من یک اجرای کامل برجام اگر آقای کروز و آقای ترامپ خرابکاری نکنن در صورتی که رئیس جمهور بشن. دو، اجرای سرمایه گذاری های احتمالی انجام شده یا در شرف انجام در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط راه آهن و قطارهای های اسپید، تجهیز و توسعه فرودگاه های کشور و تقویت و به روز رساندن ناوگان هوایی و صنعت توریست که کمترین هزینه و بیشترین بازدهی رو داره. ولی در کنار همه اینها و به طور موازی امنیت کشور از اهمیت بالایی برخورداره. جمشید عذر میخوام، ممنونم که اومدی روی خط، ولی باید باید خدافظی کنم چون برنامه رو به پایان زمانش. رامین هم از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام بر شما. آرزوی کامیابی و سلامت و زندگی خوب برای همه جهانیان دارم و دنیای بدون خون ریزی. امیدوارم سویفت برقرار بشه که بتونیم با شرکت‌های خارجی تبادل اقتصادی داشته باشیم. امیدوارم رفت و آمد بین کشورها باز برقرار بشه. امیدوارم کارایی شاغلین در صنعت بیشتر بشه. و جواب اون دوستمون که صنعت نظامی به اصطلاح کله بر صنایع دیگر است، باید عرض کنم واقعا اگر در صنعت خودروسازی ایران در سال جدید بتونه گام برداره، واقعا میتونه به صنایع نظامی خودش هم کمک کنه، که متاسفانه این کار همین هم در محدودیت یه سری شرایط و قوانین هستش. ممنونم که اومدین روی خط، فرصتمون به پایان رسید. من از شهرام، از بوشهر، همچنین مصطفی از خرم‌آباد هم عذرخواهی و تشکر میکنم. در این دقایق، یعنی در ساعتی که در پیش آخرین روز تعطیلات نوروزی در ایران شروع میشه، در اقصی نقاط جهان برای فارسی زبانان، اسمش هم سیزده بدره. شما چه برنامه‌ای برای سیزده بدرتون دارین؟ و همینطور روز طبیعت، 202-382-7205 شماره پیامگیر، منتظر پیام های شما هستیم. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش، به فکر طبیعتم باشید. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.